سلام دوستان، سوال دیگه ای که به وجود میاد وقتی که به شهری که توش مؤسسه زبانتون هست یا دانشگاهتون هست نقل مکان میکنید، چیزی که پیش میاد براتون اینه که میخواید از محل خونتون به دانشگاه با وسیله نقلیه حمل و نقل عمومی برید، یا اینکه دوست دارید از دوچرخه استفاده کنید یا برای خرید و به کارت حمل و نقل نیاز دارید. کارت ها رو اگه هنوز اتستاسیون دانشگاهتون نیومده، یعنی گواهی دانشگاه رو ندارید، صبر کنید برای خریدن کارت ماهانه، چون وقتی دانشجو باشید هزینه این کارت کمتر میشه نسبت به حالتی که دانشجو نیستید، و برای افرادی که زیر 26 سال سن دارن بازم این هزینه ماهانه‌ای که پرداخت میکنن کمتره. اگه روزهای اولتون هست، من توصیه میکنم کارت 10 تا ویاژ بگیرید که 10 بار بتونید ازش استفاده کنید، برای اینکه وقتی 10 بار میگیرید گاهی بسته به شهر 2 تا ویاژتون رایگان میشه، یعنی شما پول 8 بار استفاده رو میدید و 2 بارش رایگان میشه. این بسته به شهر، گاهی فقط یه دونش رایگان میشه، و وقتی 10 تا رو میگیرید، گاهی بسته به شهر 20 تا رو باید بگیرید تا 2 تاش رایگان بشه. این رو توجه کنید که وقتی کارت رو میگیرید هم میتونید از اتوبوس استفاده کنید، هم از ترام و از دوچرخه. مثلا کسی که کارت تاو سالانه رو داره بر شهر اورلان با پرداخت 5 یورو میتونه در طول سال هر چقدر خواست دوچرخه سواری هم بکنه. اگه خواستید کارت شهر خودتون رو پیدا کنید، اول بنویسید کخت و ترانسپورت مانسوئل و اسم شهرتون رو بنویسید، سیستم حمل و نقلش رو بهتون نشون میده. مثلا اینجا تاو رو زده برای اورلان. اگه من اینو تبدیل به تو بکنم، فیل بلو رو نشون میده. برای پاریس نویگو، بر هر شهری تعرفش متفاوته، اسم سیستم حمل و نقلش متفاوته. پس اول سرچ کنید که بدونید اسم سیستم حمل و نقل شهرتون چیه، و بعد اونو روی گوگل مپ سرچ کنید که ببینید مکانش کجاست. وقتی که مکان اون ساختمونه که بلیت میفروشن برای ترانسپورت رو پیدا کردید، با گواهی اینکه دانشجو هستید و کارت دانشجویتون میرید اونجا. گاهی 2 تا 5 یورو ازتون میگیرن برای صادر کردن کارت. پاریس، اگه پاریس زندگی کنید رایگان میشه کارتش، اگه نه 5 یورو ازتون میگیرن برای عکس گرفتن و اینکه کارت رو بهتون بدن. تعرفه متفاوته. مثلا برای نیس، اگه دانشجو باشید و زیر 26 سال 180 یورو برای یک سال میدید، ماهانه 22.50 میدید. در حالی که 26 تا 64 سالی که دانشجو نیست 360 باید پرداخت کنه. برای پاریس توجه کنید که 86.40 اگه بخواید از زون 1 به زون 5 برید. اگه از 2 به 3 برید یا 3 به 4 یا 4 به 5، 76 و 74 هستش. 78، 76 و 74. فقط اگه این 3 تا رو خریداری کردید و خارج از این زون ها خواستید برید، یا باید پولش رو پرداخت کنید، یا اگه افرادی که کنترل میکنن بیان و شما رو بگیرن، اون موقع 60 یورو جریمه میشید. در کل هم اگه ماهانه بخرید بهتر از روزانه است، چون که به صرفه تر در میاد. اگه سالانه بخرید هزینش کمتر میشه،
از نسبت به اینکه ماهانه بخواید این رو اون کارت رو تهیه کنید، ولی خب سالانه خریدنش مبلغ زیادی رو باید بپردازید که بسته به شهر فرق داره. بعضی شهرها ازتون میپرسن که آیا میخواید همش رو الان پرداخت کنید یا ترجیح میدید که به صورت ماهانه از حسابتون کم بشه. بازم این بسته به شهر، شاید توی یک شهری این قانون رعایت نشه. و همونجور که اینجا میبینید برای مثلا اورلان وقتی یه دونه بلیت میگیرید خیلی 1.80، ولی وقتی 10 تا بلیت میگیرید یه کوچولو کمتر میشه تا اینکه یه دونه یه دونه بلیت بگیرید. بر پاریس هم همینطور کمتر میشه اگه دونه دونه بلیت بگیرید، 10 تایی یا 20 تایی بلیت بگیرید هزینش کمتر میشه اگه برای مسافرت اومدید. همینطور میتونید که بلیت های ماهانه بگیرید، بلیت های هفتگی بگیرید. مثلا افرادی که دانشجو هم برای یک سال 365 پرداخت میکنن توی پاریس. ولی این کارت تخفیف داره، وقتی بگیرید برای هر بار استفاده 1.73 پرداخت میکنید به جای 2.15، ولی اگه توی پاریس زندگی میکنید خرید این به صرفه نیست، همون خرید کارت ماهانه به صرفه تره، چون شاید بیشتر از یک مقدار استفاده کردید، ولی وقتی ماهانه کارت داشته باشید نامحدود میتونید از این ور به اون ور برید. این فقط تخفیف داره روی استفادهش. چیز دیگه ای که میخواستم بگم، هم از مترو استفاده میتونید بکنید، هم از اتوبوس، از ترام، قطار و اقوئق که قطارهای سریع و سیره، میتونید با این کارت از همشون استفاده بکنید. دوچرخه نداره، ولی برای اورلان دوچرخه داره، یک سال 5 یوروه. برای تور هم میدونم دوچرخه داره، احتمال زیاد بر شهرهای کوچیک بر همشون داشته باشه. حالا یه کارت های دیگه ای هم هستند، مثل کارت رمی که اگه مثلا بخواید بخرید، اینم بسته به شهرتون اسمش متفاوته. اگه بخواید این نوع کارت ها رو بخرید، بستگی داره به اینکه چه شرایطی رو میخواید بخرید. اگه زیر 26 سال هستید از لیبخت جون باید استفاده کنید. این کارت بین رژیون هاست، مثلا به این قمی برای رژیون تور اورلان پاریسه که تخفیف داره. شما برای یک سال این کارت رو دارید و از تاریخی که صادر میشه و خودتون اگه آنلاین بخرید از تاریخی که خودتون میخواید کارت اجرا بشه، یعنی ولابل بشه، تا تاریخ یک سال هر قدر که توی رژیون اورلان
تور و پاریس که میشه لواف و قسمت پاریس. بخواید قطار بگیرید تخفیف داره بلیتتون، مثلا الان که بلیت قطار 22.40 با کارت لیبخته شما باید 14.40 پرداخت بکنید و آخر هفته ها 11.20 میشه، ولی اگه لیبخته جون رو دریافت خریداری بکنید، یعنی اگه زیر 26 سال داشته باشید، تا 66% تخفیف داره براتون. کارتی که برای افراد بالای 26 این نوع کارته که تا 50% تخفیف داره، شرایطش نوشته شده 50% تخفیف برای ویکند ها و روزهای تعطیله، 33% هم برای روزهای داخل هفته است. مبلغی که برای یک سال باید پرداخت کنید 30 یورو، ولی اگه چک کنید بعد از 3 تا ویاژ میفهمید که سود میکنید، یعنی خیلی به صرف است خریدش. اگه خیلی دارید مثلا اورلاند پاریس یا اورلاند تور یا تور پاریس میاید، این خرید این کارت به صرف است. باز بستگی به شهرتون داره، برای هر شهر بین شهرهای اون رژیون چنین کارتی وجود داره که باید پیداش کنید اسمشو، و بعد اینکه خریدید مبلغ زیادی نیست، ولی روی هر ترانسپورتی که میخواید استفاده بکنید کلی تخفیف داره. اگه فقط بخواید یه بار چک بکنید نحوه استفاده شو، مثلا از اورلئان میخوایم بریم پاریس، ولی هیچ کارتی نداریم، مبلغی که باید پرداخت بشه 22.40. اگه کارت لیبختر رو داشته باشید چیزی که باید پرداخت کنید 14.90، و اگه زیر 26 سال داشته باشید چیزی که باید پرداخت بکنید 11.20. همچنین برای آخر هفته ها مثلا به جای اینکه دوشنبه باشه بخواید شنبه برید پاریس، 7.40 فقط پرداخت میکنید به جای 22 یورو. و اگر بالای 26 سال دارید از کارت لیبخته یا خالی باید استفاده کنید که 10 یورو، گاهی میشه 11.20 گاهی 10 یورو. فقط این رو توجه داشته باشید که وقتی کارت رو میخرید یه دونه بارکد بهتون میده، اگه برید توی حضوری کارت رو تهیه کنید بهتون کاغذی کارت میدن، یعنی مثل کارته و اونو دارید. اگه خودتون آنلاین خرید کنید باید پی دی افش رو دانلود کنید و داشته باشید برای این یک سالی که میخواید ازش استفاده کنید، چون گاهی ازتون اونایی که میان کنترل میکنن ازتون این کارت رو میخوان، و اگه کارت رو نداشته باشید و بیدیت رو ارزون تر گرفته باشید احتمال جریمه شدنتون هست. حالا برای وقتی که میخواید از یک شهر به شهر دیگه تو فرانسه برید، افق رو میزنید، بازم اگه زیر 26 سال سن دارید این کارت رو میتونید استفاده بخرید، 27 سال 12 تا 27 سال 49 یورو. توجه داشته باشید برای بلک فرایدی و تخفیف ها اینا این نوع کارت ها هم همشون تخفیف میخورن. این کارت برای اینه که اگه بخواید از یک شهر به شهر دیگه برید، اگه
کمتر از یه ساعت و نیم باشه ماکسیموم 49 یورو میدید. اگه بین یه ساعت و نیم تا 3 ساعت باشه 69 یورو میدید. اگه بیشتر از 3 ساعت باشه 89 یورو میدید. و بلیتتون برای افرادی که بچه باهاشونه 60% تخفیف برای بچه ها، 15% برای سرویسی که SNCF میده و 30% برای مسافرت در طول سال. برای دومین و اولین بار. اگه بیشتر از 27 ساله سنتون، باید ادالت رو انتخاب بکنید. بازم همون شرایطه، با همون تعرفه، چیزی عوض نمیشه برای SNCF. ولی برای تخفیفات، کارت تخفیف حمل و نقل عمومی برای رژیون ها، سن تأثیر داره. داخل شهر هم بازم سن تأثیر داره بر تخفیف. روز